درگیری مردم با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در منطقه گچین بندرعباس، تجمع‌های اعتراضی مردمی در اصفهان و کرمانشاه، اعتراض کارگران در چالوس و دهلوران، اعتصاب دو تن از وکلای دراویش زندانی در اوین. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی روز چهارشنبه هفتم اسفند به بهانه قاچاق سوخت به روی مردم در منطقه گچین بندرعباس آتش گشودند. مردم که از این جنایت به خشم آمده بودند، متقابلاً با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند و پاسخ شلیک‌های آنها را با سلاح دادند. گفته می شود چهارشنبه شب از ساعت 21 الی 23 در این منطقه صدای تیراندازی زیادی به گوش می رسید. از طرفات این درگیری هنوز اطلاعی در دست نیست. این درگیری در حالی صورت گرفت که آخوند روحانی در بندرعباس به سر می برد. تعدادی از کارگران شرکت جهاد نصر در چالوس در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند. کارگران معترض راه‌های ورودی و خروجی شرکت را مسدود کرده و شعارهای علیه کارگزاران رژیم سر دادند. یکی از کارگران به عنوان یک حرکت اعتراضی قصد آتش زدن خود را داشت که سایر کارگران مانع این اقدام او شدند. کارگران کارخانه سیمان دهلوران روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه جاری مجدداً دست به اعتصاب زدند. آنان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه دست از کار کشیدند. جمعی از مردم شهرک آزادگان در نجف آباد اصفهان روز چهارشنبه هفتم اسفند با تجمع در مقابل اداره مخابرات رژیم در این شهر به خودداری رژیم آخوندی از کابل کشی برای سیستم تلفن اعتراض کردند. گروهی از مردم کرمانشاه روز پنجشنبه هشتم اسفند در مقابل اداره بازرگانی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند و به نحوه اجرای طرح ضد مردمی توزیع سبد کالا اعتراض کردند. جمعی از دانشجویان منطقه منظریه همایون شهر اصفهان روز چهارشنبه هفتم اسفند تجمع کرده و به مشکلات ایاب و ذهاب اعتراض کردند. مردم شهرک مروارید واقع در منطقه خراسان اصفهان روز سه‌شنبه ششم اسفند در اعتراض به نبودن امکانات اولیه نظیر آب، برق و گاز تجمع کردند. رژیم ضد بشری آخوندی یک زندانی کرد را پس از 10 سال حبس در زندان مرکزی سنندج به دار آویخت. این زندانی 31 ساله که حسین محمدی نام داشت روز چهارشنبه هشتم اسفند در حالی به دست دشخیمان رژیم ضد بشری اعدام شد که پرونده پزشکی فعال داشت و از مشکلات روانی رنج می برد. حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو، دو زندانی سیاسی بند 350 زندان وین، با وجود وخیم بودن وضعیت جسمی دست به اعتصاب دارو زدند. این دو زندانی سیاسی از وکلای دراویش هستند. بنابر گزارش‌های دریافتی، دشخیمان رژیم آخوندی روز چهارشنبه هفتم اسفند زندانی سیاسی حمید نوید را که در بند 350 اوین محبوس است به نقطه نامعلومی منتقل کردند. هنوز از وضعیت این زندانی سیاسی اطلاعی در دست نیست. به ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت فرارسیدن جشن ملی چهارشنبه سوری فراخوانی خطاب به هموطنان و جوانان رزمنده و اشرف نشان میهنمان انتشار داد که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
سخنرانان سازمان مجاهدین خلق ایران جشن ملی چهارشنبه سوری را به کارزار سراسری علیه دیکتاتوری زهر خورده تبدیل کنیم. مردم آزاد ایران، جوانان رزمنده و اشرف نشان، برای برافروختن شعله های قیام در چهارشنبه آتشین به پا خیزیم. خروش زنده باد آزادی و مرگ بر دیکتاتور را در جشن ملی چهارشنبه سوری تنین افکن کنیم. خیزیم و استبداد زیر پرده دین را با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ای در هم بکوبیم. جوانان مجاهد و مبارز ایران، به دشمن بحران زده و زهر خورده در گرداب بحرانهای مرحله پایانی امان نباید داشت. ارتش آزادی باید در هر زمان و هر مکان و در هر فرصت به کسب آمادگی برای مساف آخرین بپردازد. از 9 ماه پیش که ترفندهای خامنه‌ای برای مهندسی شعبدی انتخابات در رژیم نامشروع ولایت فقیه در همریخ، تعادل حاکمیت آخوندی در پی شقه نظام و جرعه زهر اتمی برهم خورد. دیکتاتور طلسم شکسته به هر جنایتی روی آورد تا مقاومت و راه حل انقلابی را از میان بردارد و راه گریزی از باطلاق بحرانها بیابد. حمله موشکی به لیبرتی ساعاتی قبل از اعلام برنده شدن باند رقیب در انتخابات درون رژیم، موج بیوقفه اعدام ها از زمان روی کار آمدن آخوند روحانی، وادار کردن حکومت دست نشانده عراق به جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف و حمله موشکی بعدی به لیبرتی، نشانه های شقاوت یک دیکتاتور به بن‌بست رسیده در پایان کار است. اما شکست این توطئه ها و پایداری و اعتلای مقاومت همراه با استمرار حرکت های اعتراضی و نارضایتی و انزجار اجتماعی که در هر فرصتی شعله ور می شود نشان دهنده این است که ایران زمین برای برانداختن استبداد پوشیده دینی آرام و قرار ندارد. اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی علیه طرح حقارتبار سبد کالا و علیه اهانت رژیم به هموطنان بختیاری در این شماره است. هل اصلاح نسبی و تحمیلی دیکتاتور خونریز سوریه در زمینه شیمیایی و درماندگی دیکتاتور عراق جدید در برابر قیام مردم و استانهای به پا خواسته نیز از خرابی اوضاع در عمق استراتژیک نظام ولایت خبر می‌دهد. ابراز وحشت سران نظام از سقوط دیکتاتوری‌های سارق انقلاب چه در مصر و چه در اوکراین، وحشت استبداد دینی را از چشم‌انداز مرگباری برملا می‌کند آن را به عیان در برابر خود می‌بیند. آری، دیکتاتور منفور و طلسم شکسته دینی در هراس از قیام مردم ایران از بنیاد می‌لرزد. هموطنان، جوانان رزمنده و اشرف نشان، به پا خیزید و جشن ملی چهارشنبه آتشین پایان سال را به کارزار آتشین اعتراض و قیام بر ضد حکومت آخوندی تبدیل کنید. از محله‌های مختلف تهران تا اصفهان و شیراز، از مشهد و تبریز تا اهواز و چهارمحال و بختیاری و از سواحل خزر تا خلیج فارس به پا خیزید
و در اتحاد و همبستگی ملی بر ضحاک عمامه‌دار بتازیم. شعله های سرکش آزادی خواهی را هرچه گسترده تر برافروزیم و با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، بهاران خرم ایران زمین را نوید دهید. قیام خلق و انقلاب دموکراتیک مردم ایران تا سرنگونی فاشیسم مذهبی به پیش می‌تازد. بهاران آزادی ایران فرا می‌رسد. رژیم فرتوت ولایت باید برود. سلام بر خلق، سلام بر آزادی، درود بر رجوی. سازمان مجاهدین خلق ایران، 7 اسفند ماه 1392.